بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما گفتیم اون چیزی که پیشنهاد کردیم اینه که در زمان غیبت حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری، بر عهده فقیه. فقیه یعنی که این اسلام شناس مطلع ورزیده متخصص با تقوا، خدا ترس، کسی که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشه و او را از کمترین تخلفی از راه خدا نگران کنه، همیشه بیدار، آگاه به زمان، بفهمه در چه زمانی زندگی میکنه و بدون نیازهای خودش و جامعهش و اسلامش و امت اسلامیش در این زمان چی؟ شجاع، این دیگه شجاع در حقیقت توی اون با تقوا و با ایمان مستطره، ولی ما این رو در آوردیم تصریح بش کردیم که کاملتر بیان شده باشه. شجاع اون نترس باشه، مدیر، اهل اداره کردن باشه، اون فردی نمیخواد رهبر باشه و مدبر، یعنی گورنگر، تدبیر داشته باشه، گورنگری داشته باشه، آینده نگری داشته باشه. ما گفتیم مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی، تازه گفتیم این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن رو به دست میاره، گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. حالا یک توضیحی هم میخوام درباره مبنای این اصل بدم. پس این اصل چرا اومده؟ چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور امت باید یک چنین فرد یا گروهی باشد؟ برای اینکه ما میخواهیم نظام اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.